با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، ادامه بحث بی جی پی رو انجام میدیم. تو این جلسه میخوایم بحث اگریگیشن رو بگیم که چی هست و بی جی پی بکدور راوت رو خب یه بار بررسی کنیم. من این روتر رو قطع کردم، نمیخوام فعلا ارتباطی داشته باشیم چون کانفیگریشنی هم روش انجام ندادیم هم هنوز، در جلسات بعد اینجا رو صحبت میکنیم. یه سری لوپ بک ساختم از سری های رنج 10، امیدوارم که اینو بتونید راحت ببینید. از سری 10 10 10 10 11 این رو بعد نمیشم 10 10 12 14، و در اینجا هم روی راوتر 11 دو تا لوپ بک با همون رنج گذاشتم که حالا میخوایم بحثش رو انجام بدیم و ببینیم که چی هستش. اینجا روی راوتر 9 مون میخوایم بررسی کنیم راوت رو و ببینیم که به چه صورت هست. من اینجا اگر شو آی پی بی جی پی بگیرم میتونم راوت هایی رو که الان ادورتایز میشه رو چیکار کنم ببینم. خب اگر بیایید چک کنید سری های 10 رو میبینید اینجا همه ادورتایز شده. اون دوتا روتی رو که 10 10 13 هست میبینید میاد میگه که من از AS 64000 یاد گرفتم و بعد 16000 رو باید به من ادورتایز کرده. باز 10 10 18 هم همینجور میبینید میاد میگه از 64000 یاد گرفته، 16000 16000 به من یاد داده و اینجا داره چیکار میکنه؟ اعلام میکنه که این رات ها رو من یاد گرفتم. و بقیه رو اگر ببینی چون از 16000 اومده فقط اومده میگه که من مستقیما از 16000 فقط این روت رو یاد گرفتم. ببینید اگریگیشن عین کاریه که تو آی جی بی ما انجام میدیم، مثل ای آی جی آر پی یا او اس پی اف، عین همون کاری که تو سامریزیشن انجام میده اگریگیشن هم همون هستش. فقط یکی دو تا نکته داره که ما باید انجام بدیم. من اگه بخوام اینجا الان این خلاصه ای از این سابنت رو بفرستم و بفرستم به این AS، بهتون نشون میدم که چجوری کانفیگ میکنیم. دلیل اینکه بیشترن سعی میکنن ISP ها، فرض کنید اینجا اورگانیزیشن من هست و به دو تا ISP این و این و وصل شدم، وقتی ISP ها بخوان تعداد زیادی راوت رو برای روتر ایج من بفرستن، این روترها معمولا روترهایی نیستش که توی ارگان ها بخواد خیلی سی پی مموری بالایی داشته باشه. اگه اینها بیان تمام روت رو ادورتایز کنه اصلا دست روت من کرش میکنه، سی پی یوش استوب میشه، فول میشه و به قول معروف دیگه از کار میافته. پس ما میان چیکار میکنیم؟ یکی از کارهای اینه به جای این تعداد راوت یه دونه راوت خلاصه شده رو سامری میکنیم و ادورتایز میکنیم. من الان میرم توی R10، میرم توی کانفیگوریشن، توی راوتر بی جی پی 16000. چرا من اینو بیارم اینجا که دیده بشه براتون، و توی ادرس فامیلی IPv4 و اینجا دستور اگریگیت ادرس رو میزنم. حالا من اینجا به صورت کلی الان سامری میکنم، مینویسم 10 10 0 0 با ماسک، ببخشید اینجا دیگه سابنت رو اگریگیت ادرس 10 10 0 و بعدش میام چیکار میکنم؟ اگریگیت ماسکم رو میزنم، میگم 255 255 0 0 به 16 ایش من میکنم. خب ببینید اگر من این دستور رو الان بزنم، فقط با این دستور خالی میاد هم این سامری رو برای من ادورتایز میکنه، یعنی میاد 10 10 با اسلش 16 رو ادورتایز میکنه و این روت ها رو هم بعد باز میفرسته. برای اینکه این روت ها رو نفرسته، من میام میگم که فقط سامری من رو بفرست روی اینجا به روتر دیگه، روترهای دیگه‌مون، یعنی به این AS، این AS فقط سامری رو بیا ارسال بکن. خب الان من این رو زدم، یه کلیر IPVGP هم بزنیم، star soft
که این آپدیت انجام بشه. حالا بریم دوباره اینجا روی راوتر 9 یه شو آی پی بی جی پی بگیریم ببینیم وضعیت به چه صورت شد. اوکی ببینید الان اومد فقط به این صورت چیکار کرد؟ سامری کرد و به جای این همه راوتی که اینجا داشتیم اینها رو چیکار کرد؟ خلاصه کرد و به یه صورت به یه دونه راوت تبدیل کرد. اوکی تا اینجا خوبه و مشکلی نداره. حالا میخواییم یه مورد دیگه رو بررسی کنیم. ببینید ما اینجا راوت هایی داشتیم که فقط از AS16000 نیومده بود. از سورس اصلی این راوت 64000 10.10.13 و 10.10.18 این دوتا راوت رو میگم 10.10.18 و 10.10.13 از AS64000 ادورتایز شده، ولی تو اون رنج راوت هایی که وجود داره اینجا هم همینجور، ولی بقیه رو اگه ببینید اومده از 16000 رفته. حالا وقتی ما سامری کردیم چی وضعیت چجوری شد؟ میاد فقط میگه که تمام این روت ها خلاصه شدهش از 16000 اومده، در حالی که این اطلاعات درستی نیست. ما فقط از 16000 این اطلاعات رو نگرفتیم. پس باید بیاییم تو زمانی که ما اگریگیشنمون رو انجام میدیم، اگر اینجا یه دونه علامت سوال بزنید میاد چند تا آپشن بهتون میده. شما میتونید اولا ساپرس مپ و یا اینکه ادورتایز مپ رو میتونید ببینید عین روت مپ میمونه، دقیقاً عین همون ساختار روت مپ میتونه. بعضی از شما ممکنه مثلا از این روت ها چند تا رو میخواین ادورتایز بشه ولی الباقی خلاصه شون ادورتایز بشه که میتونید با اینها بیاین چیکار بکنین انجام بدین. اما هدف من بحث AST. من میگم موقع که شما میایم سامری رو میسازین باید AS رو هم چیکار بکنیم بذاریم اینجا که بگیم آقا AS هایی رو که میاد از چه AS هایی اومده توی سامری اون گوشه نشون بده که از کجا داره میاد برای ما. و من اینجا AS رو که بزنم و اگه بیام الان یه بار دیگه کلیر آی پی بی جی پی بکنم، حالا برم سراغ دوباره راوتر 9 اینجا رو نگاه کنیم 10.10.2.0.16 رو فقط 16000 رو نشون میده. حالا اگر بیایم الان دوباره مجدد شو آی پی بی جی پی رو بگیریم میاد میگه این خلاصه شده از این دوتا AS اومده. پس الان اومد دست نشون داد تمام این راوت فقط از 16000 نیومده، تو 64000 هم اومده. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم در شناسایی مسیرها بدونیم که از چه AS هایی چه ادورتایزی رو گرفتیم اگه سامریش اومد. خب من برم حالا این سامری رو بردارم. این بحث سامری بود که خواستیم فقط ببینید که به چه صورت هستش. مسئله سختی نداره ولی این یکی دوتا نکته رو باید حتما توش رعایت بکنید. من این رو اول بردارم. سیستم کندی شده. اوکی یه بار کلیر بزنم دوباره مجدد چک کنم که روت ها برگشته باشه به صورت خلاصه نباشه، چون بحثی رو داریم که میخوایم جا انجام بدیم. خب میبینید دوباره روت ها برگشتن. خب ببینید بحثی که میخوایم انجام بدیم BGP Backdoor. شما فرض کنید دو تا AS دارید اینجا، AS 15000 و AS 64000. این دو تا از طریق BGP با همدیگه ارتباط دارن، عرضم به حضورتون، و حالا مسیرها eBGP در اصل ما داریم بحث میکنیم. این روت ها از طریق eBGP دارن میرن، ولی بین این دوتا AS هم یک IGP، حالا من اینجا OSPF گذاشتم، میتونه هرچی باشه، EIGRP باشه، OSPF باشه و چیزهای دیگه، اینجا یک OSPF هم داریم. خب شما فرض کنید که یه راوت رو مثلا 10.10.18 رو ما در نظر میگیریم. 10.10.18 رو ما میخواییم به جای اینکه بیاد
از این مسیر بره تا اینجا در اصل یعنی به این صورت میشه اگر این راوتر روشن بود بیاد از این مسیر بره یاد بگیره 10-10-18 رو یا اگر این یکی هم روشن بود و مسیر ارتباطی داشتیم از این مسیر بیاد یاد بگیره به جای این ما بیایم چیکار کنیم دو تا راوتر مستقیم به هم وصل هستن و خیلی مسیر راحت تره ولی مشکل یه چیز هست وقتی ما اینجا بیایم OSPF رو ران بکنیم Administrative Distance OSPF 110 در حالی که eBGP 20 پس عملا BGP ما برنده هستش توی این داستان این رو بیایم انجام بدیم و ببینیم که دقیقا چه اتفاق میفته من برم راوتر 11 یه راوتر OSPF رو بندازم راوتر OSPF 2 سیت اینجا اینترفیس گیگ 02 یعنی اینترفیسمون پس من میرم اینترفیس گیگ 02 آی پی او اس پی اف 2 ایریا رو 1 میذارم حالا این یه نو شاتم بدم میریم سراغ راوتر 7 اینجا گیگای 0.3 ممکنه شما درست نبینید اینجا این اینترفیس 0.3 هستش میرم کافتی راوتر او اس پی اف دو اگزیت اینترفیس گیگ 0.3 آی پی او اس او اس پی اف 2 اریا 1 من قبلا اینترفیس ها رو آی پی دادم پس نیازی نیستش که دیگه دوباره انجامش بدم خب یه ذره صبر کنیم که ببینیم او اس پی اف مون همسایگی بین آر 11 و آر 7 برقرار بشه یه چک کنم مطمئن شم که در آر 11 گیگای 02 10-20-82 اوکی میگم سیستم من یه مقدار کند متاسفانه الان همسایگیش انجام شد تقریبا سی پی یو من فول شده بله الان همسایگی انجام شد من چیکار میکنم میام راوت 10-10-18 رو میام توی او اس بی اف هم ادورتایز میکنم اگه ما چک کنیم توی بی جی پی ما اینو که ادورتایز کرده بودیم 10-10-18 رو هم من میارم توی داخل او اس بی اف هم پس من میرم مجددا یک بار دیگه تو راوتر OSPF 2 OSPF 2 و با دستور نتورک میام 10-10-18 0 با وایلد کارت 0-0-0-255 اریای 1 این رو چیکار میکنم میارم اینجا هم توی OSPF هم تا اصل میام چیکار میکنم ادورتایز میکنم خب
ببینید، بحثی که وجود داره اینه که همینجور که بهتون گفتم OSPF Administrative Distance 110 داره و BGP مون 20 هستش. پس 20 که کمتر هست برنده است و نمیذاره که OSPF بیاد چیکار کنه، بین این دوتا ادورتایز کنه و این روت رو مستقیم بفرسته بین این دو روت، بین این دو جا، و راحت به جای اینکه بره این همه مسیر رو بخواد بره، مستقیما بره اینجا. این راهی که ما داریم اینه که بیایم توی بی جی پی مون، توی راوتر 11 مون که داریم دست این رو انجام میدیم. ببخشید، من اینجا توی راوتر 7 آوردم، ادورتایز کردم. یه لحظه. اینجا بگیم اینو باید بردارم توی راوتر 11 مون ما این راوت رو مستقیما داریم. برم توی راوتر 11 راوتر OSPF 2 و همینجا پیستش بکنم. اوکی. خب میریم اینجا از دستور BGP Backdoor استفاده میکنیم. پس من میرم از الان توی راوتر BGP، راوتر BGP 64000، چون اینجا در AS 64000 هستیم دیگه، میریم داخل اینجا ادرس فامیلی IPv4 مون و اینجا میایم میگیم که نتورک 10.10.18.0 با ماسک 255.255.255.0 و دستور بکدور رو چیکار میکنیم؟ اینجا اجرا میکنیم. وقتی این دستور رو اجرا میکنیم میگیم که در اصل شما این راوت رو که میبینی بیا بی جی پی رو ادمنستریو دیستنسش رو بکن 200. وقتی ادمنستریو دیستنس بی جی پی برای این راوت میشه 200، اتومات میدونین هر جور نوع آی جی پی با داشته باشیم، حتی EIGRP اکسترنال هم داشته باشیم 170. پس IGBB میشه چی؟ IGP برنده میشه تو این داستان و به این صورت میتونیم این راوت رو به جای اینکه بیاد از مسیر EBGP بفرسته که این مسیر طولانی رو بره، میاد چیکار میکنه؟ IGP رو برنده میکنه و از طریق IGP میاد میره چی میشه؟ ادورتایز انجام میشه. اگه ما الان بیایم یه کلیرم بزنم، clear IP BGP start soft. خب بریم توی راوتر R7 و اینجا یه show IP BGP بگیریم ببینیم که وضعیت به چه صورت شده. ما یه شو آی پی راوت باید بگیریم برای اینکه بتونیم اینجا این داره الان فقط بی جی پی رو نشون میده. ببینید این روت ها رو ببینید، این روت ها اومدن از طریق بی جی پی، اما 10.10.18 رو ما یه چیزی رو من اشتباه نوشتیم، ما بعد 10.10.18 با اسلش 32 می نوشتیم، ولی چون به خاطر اینکه بی جی بی بک دور رو زدیم اومده از طریق او اس پی اف برنده کرده. من این نوع باید به جای اسلش 24 ببرم 32 ای تعریفش کنم. پس من اجازه بدید تصحیحش کنم توی آر 11 بریم کانفتیب راوتر
64000 از فامیلی و یک بار دیگه مجدد این دستور رو اینجا میزنم، ولی این دفعه این رو تصحیحش میکنم چون این تک آی پی بوده 255 255 و اینجا را هم 18.1. خب الان فقط این آی پی رو در اصل ادورتایز میکنیم، نه اینکه بیایم یه رنجی رو بخوایم بدیم، چون اینجا فقط 10.10.18.1 رو در اصل ادورتایز کرده بودیم. خب یه بار دیگه من کلیر بزنم، بریم توی راوتر آرمون و توی راوتر آر هفتمون، مجدد یه شو آی پی راوت بگیریم. این ها درست شد. میبینید که اینجا الان داره میگه از طریق 10.20.8.2 که این اینترفیسه دارم چیکار میکنم، این روت رو به صورت OSPF یاد میگیرم. پس از تو eBGP اومد بیرون و از طریق OSPF رد شد. دلیلش هم این بود که ما اومدیم چیکار کردیم توی روتر 11، اومدیم گفتیم آقا این روت رو شما بیا بکدور کن، یعنی برای این روت ادمینستریتیو دیستنت BGP تو 200 در نظر بگیر. وقتی 200 در نظر میگیره اتومات اون IGP که ما داریم اون برنده میشه. پس ادورتایز این راوت الان داره از این طریق میره به جای اینکه بیاد از این مسیرها بخواد بره. امیدوارم که براتون ویدیو جالب باشه، اطلاعات مفیدی باشه. لطفاً فالو بکنین، لایک کنین. روز خوبی داشته باشید.